داستان تابلو شام آخر لئوناردو داوینچی موقع کشیدن تابلو شام آخر دچار مشکل بزرگی شد میبایست نشینیکی را به شکل عیسی و بدی را به شکل یهودا که یکی از یاران عیسی هنگام شام تصمیم گرفت و خیانت کند تصور میکرد کار را نیمه تمام رها کرد تا های آرمانیاش را پیدا کند روزی در یک مراسم همسرایی تصویر کامل مسیر را در چهره یکی از جوانان همسرا یا جوان را به کارگاهش دعوت کرد و چهرهش ترهایی برداشت. سه سال گذشت. تابلو شام آخر تقریبا تمام شده بود. اما داوینچی هنوز برای یهودا مدل مناسبی پیدا نکرده بود. کاردینال مسئول کلیسا کم کم به او فشار می آورد که نقاشی دیواری را زودتر تمام کند. نقاش پس از روزها جستجو جوان شکسته و شنده پوش را در جوی آبی یا به زحمت از دستیارانش خواست تا را به کلیسا بیاورد چون دیگر فرصتی برای تر برداشتن از او نداشت گدا که درست نمیفهمید چه خبر است به کلیسا آوردند دستیاران او را سر پا نگه داشتند و در همان وقت داوینچی از خطوط بیتبایی گناه و خودپرستی که به خوبی بر آن چهره نقش بسته بود نسخه برداری کرد. وقتی کارش تمام شد گدا که دیگر مسیح کمی از سرش پیده بود چشمان شاباز کرد و نقاشی پیش رویش را دید و با آمیزه ای از شگفتی و اندو گفت من این تابلو را قبلا دیدم. داوینچی شگفت زده پرسید کی؟ گدا گفت سه سال قبل پیش از که همه چیزم را از دست بدهم موقعی که در یک گروه همسرایی آواز میخوانم که زندگی پر از رویایی داشتم هنرمندی از من دعوت کرد تا مدل نقاشی چهره عیسی بشوم پائولو کولینو